حامیان کسانی که میگن رأی بدیم به آقای پزشکیان اینه که آقا وضعیت بهتر میشه یا دست کم بدتر نمیشه یه استدلالی دارن که یه رئیس جمهور خوب کار چندانی نمیتونه بکنه در جمهوری اسلامی ولی یک رئیس جمهور بد میتونه که ایران را نابود کنه این این شبه استدلاله واقعیت میدانی اینه که ببینید در بحث‌های اصلی تا استدلال هم اینه که آقا مسیر نابودی ایران یا نابودی مردم رو آقای پزشکیان بیاد کنتر میکنه نمیگن اما واقعیت اینه که این لحظه ای که من دارم با شما صحبت می کنم در دوران آقای روحانی فشاری که خامینه ای آورد بهش بنزین گرون شد ببین بنزین آقای خامینه ای میخواد گرون کنه دلایل بسیار گسترده ای داره و توجیهات جدی اقتصادی هم داره که بنزین باید گرون بشه اما این توجیهات قانع کننده نیست برای اینکه شما اگر در اروپا اینا بنزین گرونه خب ما سیستم سوسیال داریم سیستم بیدراک داریم به دهک های پایین میرسن و بعدش که اون مالیات هایی که حکومت میگیره واقعا در کشور میاد اقدامات میکنه بعد سیستم پزشکی در اروپا کاملا رایگانه شما اینجا به هر نوع عملی بخوای بکنی عمل قلب عمل مغز اینا همه رایگان تو نوبت باید باشی حالا درسته مثلا من همسرم یه دونه چند تا پولیپ داشت میخواست برداره اینا میخوایم بچه دومو بیاریم رفتیم مثلا سیستم دولتی که رایگان بود دیدیم که خب برای عمل همسرم مناسب نیست یکی رو پیدا کردیم یکی از بهترین دکترهای اروپا در مادرید بود و پیدا کردیم نزدیک 15000 یورو هم هزینه‌مون شد ولی شما اگر در اروپا بخوای تمام عملها رو اگر تو نوبت باشی رایگانه خب اینا رو نگاه نمیکنن در جمهوری اسلامی بعد هم کشور ای اروپایی به خاطر مهماتشون خودشون رو وسط تحریم های عجیب و غریب آمریکا و غیره ننداختن شما در جمهوری اسلامی ملت رو تحریم کردید در عرصه بین المللی ما یه مسترکارت و ویزاکارت که اصلا چیز مسخره ای مردم ما آرزو دارن مسترکارت و ویزاکارت داشته باشن از سیستم مالی دنیا ما الان بیرونیم با این تحریم‌های گسترده و مسائل مشخص فشارهای اقتصادی بعد برای ده های پایین تو اصلا هیچ کاری نمیکنی و این توجیه نداره با شرایطی که این رژیم آورده بخواد بنزین رو گرون کنه اما سرتون رو درد نگیرم نظام جمهوری اسلامی قطعا بنزین رو میخواد گرون کنه بخشی از این گرانسازی رو در دوران روحانی تونست تحمیل کنه ببینید گور بابای رئیسی رئیسی مرد فرده سرمو شد یه واقعیتی رو ولی بدونیم رئیسی یکی از دلایلی که کشته شد برای که قبول نکرد همین اونجا بود که رئیسی گفت یه چیزایی هست من نمیتونم بگم که تو همون جلسه آخر دولتش بگو من تحت فشارم تحت فشار بنزین بوده رئیسی بنزین رو حاضر نشد گرون کنه دهنش هم سرویس کردن مجموعی از دلایل باعث شد که رئیسی رو هلیکوپترت کنن بحث جمیله بود بحث علم الهدا بود بحث ناکارآمدی های گسترده دولت رئیسی بود همه اینا بود یک بخشش هم نافرمانی های ابتدایی آقای رئیسی سه سال آقای رئیسی مقاومت کرد در مورد گران شدن بنزین اینکه این آدم حرام لقمه چراغ سبز نشون داد به گشت ارشاد و طرح نور و اینا اینا به کنارا اما یه واقعیتی هم بود ببینیم ما باید اینجا دیت واقعی بدیم رئیسی جلوی گرون شدن بنزین وایساد تا این لحظه حرام لقمه بزرگتر طالبانیسم بیشرف تروریست بزرگ آقای جلیلی هم تا این لحظه نگفته من بنزین رو میخوام گرون کنم البته جلیلی انتخاب بشه اینجا رو داشته باشه قطعا بنزین رو گرون میکنه اما چون میدونه الان بگه بنزین را گرون میکنم رأی نخواهد آورد در همون قشهایی که حالا بهش رأی دادن میترسه و نمیگه همین ترسم یه یکی از دلایل این ترسم بابت چیه بابت آبان 98 دیگه ببین این ترسه حاصل دیپلماسی نیست یادتون باشه ترسی که جمهوری اسلامی داره برای گران کردن بنزین محصول دیپلماسی و اصلاحات و گفتگو و اینجور چرتا پرتا نیست محصول خونهایی است که در آبان 98 ریخته شده اگر بر سر حجاب اجباری و گشت ارشاد و اینا جمهوری اسلامی همچنان با ترس و لرز داره دو دو تا چهار میکنه محصول گفتگو گفتمانسازی دیپلماسی محصول در حقیقت پولاراریسم و اصلاحات نیست محصول شهریور 401 و تظاهرات زن زندگی آزادیه ببینید شما یک زمانی حالا بیشتر توضیح میدیم یک زمانی میگی که آقا اخلاقیات رو بذاریم کنار بریم مغازه مثلا بغلیمون رو خراب کنیم این رستوران بغلیمون مشتری نره پیشش مشتری یه هفته بیان پیش ما تا این بخواد خوش درست کنه کار غیر اخلاقی است اما توجیه به هر حال رال پلاتیک داره رال پلاتیک شیه دستاوردش اینه که میخوای مشتری اونو به دست بیاری ولو به اینکه غیر اخلاقی است ما در مورد رای دادن و عدم رای دادن نمیتونیم فقط صرف هم بگیم آقا انگشت و خونه نیکاها نکن ولی این بچه اخلاقی است بعضیا میگن آقا ما این بچه اخلاقی رو زیر پا میذاریم برای رال پلیتیک من میگم در راستای رال پلیتیک هم شما باز احمقی چون در راستای رال پلیتیک هم شما میرید رای میدید مثل اون پیمان عارف احمق مثل خیلی دیگه که حماقت کردن حمایت کردن از رأی دادن شما اعتماد به نفس رژیم میبرید بالا و اون رژیم با این اعتماد به نفس بیشتر اذیتت میکنه و اگر ما دستاوردی داشتیم دستاوردها در حوزه اکت قهریه ما بوده اکت قهریه یعنی چی یعنی تظاهرات آبان 98 اکت قهریه یعنی تظاهرات زن زندگی آزدی. از دل این ما چی به دست آوردیم ترسی که رژیم داره بعد از آبان 98 الان مرسی آراد که 5 تا هدیه گرفتید برای دوستان از آبان 98 تا این لحظه جمهوری اسلامی جرأت نکرده بنزین رو ببره بالا یکی از کسانی که جلوی گرون شدن بنزین بود همین رئیسی خرس خورده بوده اما الانی که جلیلی هم نمیکنه بگه آقای در حقیقت عبدالعزیز زاده عبدالعلی زاده رئیس ستاد انتخاباتی آقای پزشکیان رسما میگه که ما بنزین رو گرون میکنیم منتها یه جور گرون میکنیم که زیاد دردتون نیاد گوش کنید نترسید بنز... نه ترسید بنزین هر قیمت کارشناسی بشه انشالله خواهید دید آنچنان با آرامش نه. با آرامش و همکاری منظم. بله جا میفته بنزین آره جا میفته با آرامش با همکاری خود طرف وازلین میزنیم ژل در حقیقت نرم کننده و روان کننده میزنیم. آروم تو ماتتتون میکنید البته بر همکاری کنید شل کنید داره دقیقا همینو میگه خدا شایده. با آرامش میخوان در حقیقت اپشت به ما تجاوز کنن داره میگه برق فنان این اصلا باور نکردنی این جمعه نه ترسید بنزین نه ترسید نه ترسید نه آروم باش من دارم قشن باید وازلین میزه آروم اصلا ریلکس کن شل کن اوکی هر قیمت کارشناسی بشه انشالله خواهید بید آنچنان با آرامش و همکاری مردم جا میفته بنزین گازوئیل برق فنان که هم موجب رضایت مردم میشه هم موجب آبادانی کشور ان شاء الله ببینید آزمون های مدیریتی است که آقای دکتر پزشکیان ان انجام خواهد داد و من این توان رو در آقا بنزین گرون میشه فیلترینگ برداشته نمیشه طرح نور برداشته نمیشه ببین خروجی آقای جلیلی و آقای پزشکیان یکیست دقت کن آقای جلیلی تا این لحظه نگفته بنزین رو گرون میکنم بنده دارم بهت میگم قطعا جلیلی هم گرون میکنه الان مونتا اون ریاکارتر نمیگه اتفاقا یکی از اخلاقیات خوب پزشکیان اینه که ساده ترند خیلی چیزا رو میگن چون دست اینا نیست گرون شدن بنزین دست خامنه ایه مثلا من این ویدیو رو گذاشتم که این میخواد بنزین رو گرون کنه کامنت های زیرش هواداران پزشکیان برام جالب بود بی شرف مزدور فلان فلان شده تو قناری نشسته تو... تو نمیدونی که گرون شدن بنزین دست پزشکیان نیست دست رهبره النگ حرام لغمه پپه گلابی من میدونم مسئله اینه که تو نمیدونی باز فکر میکنی فرقی هست بین جلیلی و آقای پزشکیان یا فکر میکنی اصلا به ریاست جمهوری رأی بدی چیزای اساسی تغییری ایجاد میشه چون من میدونم که رئیس جمهور پشمه است در حدی که اگر خرسم بخورتش هیچ اتفاقی تو مملکت نمیفته میگم نرو اعتماد به نفس رژیم و بالا نبر و بیشتر توضیح خواهم داد بیشتر توضیح خواهم پس بنابراین استدلال کسانی که میگن ما به پزشکیان رأی بدیم که یک امر خطرناکی چون طالبانیسمی چون جلیلی نیاد روی کار در این مورد در مورد خروجی فرقی نمیکنه بنزین الان دغدغه مردمه حجاب دغدغه مردمه فیلترینگ و بحث اینترنت دغدغه مردمه همه اینا اتفاق میفته چون نظام چیز کرده نظریت نظر رهبری اینه که اینا اتفاق بیفته آقای پزشکیان و آقای جلیلی پیمانکار رژیمن نه رئیس جمهور جمهور اصلا تو این سیستم اسلامی پشم است تعارف سیاسی است بگید رئیس جمهور بنویسید رئیس جمهور ولی بخوانید پیمانکار رهبری این خیلی نکته مهمی اما